سلام من زئوس هستم. آره خدایان از نیمه قرن بیستم که ثبت امواج مغزی ممکن شد، تحقیق علمی بر پدیده خواب هم آغاز شد. محققان بر اساس امواج مغز در هنگام خواب 5 مرحله برای خواب تعریف کردند. با شروع خواب ممکن خواب دیدنهای لحظه‌ای رخ بده. شاید تجربه کرده باشید لحظه پرت شدن رو، یا همونی که میگیم تیک عصبی در خواب ممکنه در ابتدای خواب دیده بشه. بعد 3 مرحله خواب آروم یا نان رم میگن، و بعد از اون هم مرحله آخر یا خواب فعال یا رم هست، و این آخرین مرحله خواب هست که عموما انسان در اون مرحله خواب میبینه. البته مراحل خیلی مرتب نیستند، یعنی مثلا آدم در خواب مراحل 1 و 2 و 3 و 4 رو میره و بعد برمیگرده 3 و 2، یه تکونی میخوره، دوباره میره 3 و 4 و بعد 5، باز برمیگرده. خلاصه در بین این مراحل 4-5 بار هی میره و میاد. مطالبی رو که در این کلیپ میخوام بگم بر اساس کتاب خودآگاهی، رؤیا و استنتاج هست، اثر پروفسور جان آلن هابسون، روانپزشک امریکایی معاصر که تحقیقات وسیعی در زمینه خواب داشته و کتاب‌های زیادی نوشته، و همچنین اثر دکتر کارل فریستون، عصب‌شناس انگلیسی معاصر که او هم در زمینه خواب آزمایش‌های فراوانی داشته. اوه، تازه یادم افتاد یک نکته ای رو بگم. من قبلا 2 کلیپ با عناوین دنیای رنگی و دنیای درون شما ساخته بودم. برخی دوستان فضول پرسیده بودند که چه مدرکی برای این گفته ها داری؟ این که در دنیا رنگی وجود نداره و در دنیای درون مغز شما هست که رنگ معنا داره و این حرفا. راستش من هیچ مدرکی پیدا نکردم، اما این کتاب این 2 محقق رو که خوندم دیدم در صفحه 16 و صفحه 25 این کتاب دقیقاً به این موضوع اشاره کرده و سخنان اون 2 کلیپ من رو تایید کرده. گفته که رنگ قرمزی که میبینید در باور شماست و در دنیای بیرون فقط ترکیب طول موجها هست و رنگی وجود نداره. خلاصه تأکید میکنه که اطلاعات رو از دنیای بیرون میگیرید، اما حس شما در دنیای مجازی درونتون درک میشه که یک مدل مجازی از دنیای بیرون هست. تقریبا همه جانوران هر روز میخوابند، اما خواب دیدن مخصوص پستانداران و پرندگان هست. این رو از روی امواج مغزی فهمیدند. اما چرا فقط پرندگان و پستانداران؟ ظاهراً به این دلیل که اونها جانورانی خونگرم هستند. از دوران دایناسورها رفته رفته جانوران خونگرم پدیدار شدند. دمای بدن جانوران خونگرم به دمای محیط اونها وابسته نبود و تابستون و زمستون دمای بدنشون ثابت بود. البته انرژی زیادی رو باید برای این ثابت نگه داشتن دما صرف می کردند، اما ارزشش رو داشت چون به اونها اجازه می داد که همیشه توان فعالیت داشته باشند. آزمایش ها نشون داده که حرارت به عنوان عامل تولید این باورهای ذهن نقش داره. یعنی این باورهای ذهن حاصل حالتهای فیزیکی مغز هستند. در واقع خونگرم بودن پرندگان و پستانداران عامل مهمی در فعالیت مغز اونها در هنگام خواب هست. پرندگان و پستانداران خودآگاهی سطح بالا دارند، از چگونگی اطرافشون آگاه هستند و فعال بودن مغز و ذهن اونها در هنگام خواب در ایجاد این خودآگاهی سطح بالا بی تأثیر نیست. بیداری و خواب دیدن هر دو یک هدف رو دنبال می کنند: بهینه سازی مدل دنیا. برای این هدف خواب و بیداری در تعامل پیوسته با همدیگه هستند. این تعامل بین خواب و بیداری برای پدیده خودآگاهی انسان ضروری هست. در اینجا تأکید میکنه که خودآگاهی بخش جدا نشدنی از فیزیک مغز هست. یعنی تفکرات انسان هم ناشی از حالتهای فیزیکی مغز هست و هم علت تغییرات فیزیکی مغز. به عبارت دیگه خودآگاهی موجب تغییرات میکروسکوپی در مغز هست و تغییرات میکروسکوپی مغز هم موجب خودآگاهی است. در بیداری انسان آگاهانه و ناآگاهانه تجربیاتی رو کسب میکنه از طریق ورودی های حسی یا همون حواس پنجگانه. این تجربیات حسی در حافظه انسان نگهداری میشه، خصوصا در حافظه موقت مغز که دسترسی به اون آسان‌تر هست. حالا در هنگام خواب، در مرحله رم یا همون خواب فعال، نورون‌های مغزی که به طور معمول برخی از انتقال دهنده‌های شیمیایی رو ترشح میکنند، مثل نورپینفرین، سروتونین، هیستامین و چند تای دیگه، اون نورون‌ها در خواب تقریبا خاموش هستند. بنابراین انسان خوابیده از درک ورودی‌های حسی از دنیای بیرون محروم میشه. دیگه اگه بالای سرش حرف بزنند اون نمیشنوه، نمیبینه، غذا میسوزه، بوی سوختگی رو حس نمیکنه. یعنی تا حدود زیادی رابطش با دنیای خارج قطع میشه. عملا دمای بدن هم کاهش پیدا میکنه و این برای جاندار خونگرم خطرناک هست. برای همینه که شما باید پتو روی خودتون بکشید. قاعدتا تکامل نباید میگذاشت که این پدیده صورت بگیره، اما وجود چنین مرحله ای از خواب در جانداران خونگرم نشون میده که خواب دیدن برای بقای جاندار ضروری بوده. در هنگام خواب، در طی تکامل مغز جانداران خونگرم، فعالیت‌های مغزی و دریافت‌های حسی مغز، اینها رفته رفته بیشتر از هم جدا شده‌اند. این امر موجب پدیده خواب دیدن میشه و از این طریق موجب پدیده خودآگاهی میشه. یعنی در طی تکامل انسان از طریق خواب دیدن به خودآگاهی رسیده. در حقیقت در هنگام خواب مغز فارغ از دریافت‌های از دنیای بیرون آسوده فرصت داره تا به پردازش تجربیات ذخیره شده در حافظه بپردازه. درست مثل یک مغازه‌ای که بعد از ساعات کار صاحب مغازه درب مغازه رو میبنده، اما خودش خونه نمیره بلکه داخل مغازه میمونه و شروع به مرتب کردن و حساب و کتاب مغازه میکنه و مغازه رو آماده میکنه برای روز بعد و ورود مشتری. و از این طریق موجب پدیده خودآگاهی میشه. روانشناسان برای بررسی سلامت روان بیماران خودشون به محتوای خواب دیدن اونها اهمیت میدن. میتونید بگید تعبیر علمی خواب. آره، البته این تعبیر علمی خواب با اون تعبیر خواب غیر علمی خیلی فرق میکنه. در اون تعبیر خواب که در افراد خرافاتی دیده میشه، یک سری معانی رو برای خواب تعریف کردند. مثلا میگن اگه انسان خواب طلا رو ببینه این نشانه غم هست، در آینده غم بزرگی رو تجربه خواهد کرد. خلاصه با این تعابیر خواب آینده رو پیشگویی میکنند. دیگه کار ندارن که اون طرف که خواب دیده آخه شغلش طلا فروشه یا اخیراً طلاش رو دزدیدند، پولدار بی پوله که خواب طلا رو دیده، مرد، زن، آخه همینجوری یک لغت نامه‌ای برای خواب می نویسند. مردم هم فکر می کنند که حالا چه معلوماتی از عالم غیب یاد گرفتند، اونها همه کشکیه. تعابیر روانشناسان از خواب این گونه نیست. خوابی که انسان میبینه بیانگر دنیای درون انسان هست، بیانگر اون تصویر خوب و بدی هست که از دنیای بیرون در ذهن انسان حک شده. در هر انسانی تعبیر خوابهای او مخصوص اوست و اصلا برای پیشگویی آینده نیست، خیر، بلکه برای پی بردن به سلامت روان و حتی سلامت جسم انسان هست. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.